اکوان دیو رستم رو روی دست به آسمون برد و میون ابرها رستم دستان بیدار شد. دید که مثل شکاری در چنگ عقاب با سرعت به بالا برده میشه. چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان اینو فرن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 29 شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اگر مایل هستید به داستامینوفن کمکی بکنید، بزرگترین کمک شما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری بتونن با قصه های شاهنامه آشنا بشن. همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامینوفن کمک مالی بکنید، به هر مقداری که صلاح دونستید و کاملا اختیاری، چرا که این پادکست رایگان بوده، هست و خواهد بود. امیدوارم که از شنیدن اپیزود 29 لذت ببرید. در اپیزود قبل گفتیم که رستم جنگ هماون رو به سود ایران تمام کرد و بعد از اون هم افراسیاب دوباره به همراه پولادوند به جنگ سپاه ایران اومد. اما رستم مقابل پولادوند هم پیروز شد و افراسیاب از میدون جنگ فرار کرد. مدتی از پیروزی ایران گذشته بود که یک روز چوپانی وارد بارگاه کیخسرو شد و با آه و ناله گفت که موجود عجیب و هولناکی به گلش حمله کرده و به هیچ عنوان یارای مقابله باهاش رو نداره. کیخسرو هم رستم رو مسئول رسیدگی به این موجود کرد. رستم کمندش رو به بازو گذاشت و سوار به رخش روونه دشتی شد که چراگاه اسبای اون چوپان بود. از دور که اون حیوان رو دید به سمتش تاخت. هر لحظه که به اون حیوان نزدیک میشد، حیوان مسیرش رو عوض میکرد. رستم به این فکر کرد که این موجودی که شبیه به یک گور جادویی بود رو با تیر زمین بزنه، اما با خودش گفت همچین حیوان زیبایی رو نباید کشت، باید با کمند بگیرمش و زنده پیش خسرو ببرمش. پس کمندش رو تاب داد و به سمت گور انداخت. گور وقتی کمند رو دید مثل باد از حلقه کمند فرار کرد و یک باره ناپدید شد. رستم پشت دستش رو گاز گرفت و فهمید که اون حیوان یه گور معمولی نیست. جز اکوان دیوی نشایت بودن، به بایستش از باد تیغی زدن. رستم فهمید که این حیوان که به سرعت ناپدید میشه حتما اکوان دیوه، چرا که یادش اومد از دانایان شنیده که این دشت خونه اون دیوه. ز دانا شنیدم که این جای اوست، که گفتند بستاند از گور پوست. رستم در همین فکرها بود که اکوان دیو دوباره به شکل گور به دشت اومد. تهمتن رکاب به رخش زد، کمان رو به زه کرد و تیری به سمت گور انداخت، اما تیر قبل از این که به گور برسه اون دوباره ناپدید شد. یک روز و یک شب رستم توی اون دشت اسب میتاخت. کم کم از اونجایی که میتونست آب و نون به دست بیاره حسابی دور شد. خستگی کل وجودش رو گرفت. سر به زین گذاشت، خواب و بیدار بود که چشمه ای از آب زلال به نظرش اومد. پیاده شد، آب خورد و زینش رو از پشت رخش برداشت و سر به زین گذاشت و به خواب رفت.
رخش هم آزاد داخل دشت مشغول چرا شد. حکوان دیو از دور رستم رو زیر نظر داشت تا که دید رستم خوابش برده، مثل باد خودش رو به رستم رسوند. زمین گرد ببرید و برداشتش، زهامون به گردون برافراشتش. اکوان دیو رستم رو با قسمتی از زمین از جا کند و با یه پرش بلند به سمت آسمون برد. رستم یکو از خواب پرید و خودش رو مثل پرندهی در آسمون دید که روی دستهای اکوان دیو در حال پروازه. چو رستم به جنبید برخیشتن، بدو گفت اکوان که ای پیلتن، یکی آرزو کن که تو از هوا کجا داید افگندن اکنون هوا. سوی آمد انداز مرسوی کو، کجا خواهی افتاد دور از گرو. رستم میخوام آرزو تو برآورده کنم، حالا به هم بگو از این بانه میونه ابرا دوست داری به کدوم نقطه روی زمین سقوط کنی، قله کو یا دریای شور؟ رستم با خودش فکر کرد که دیوها همیشه کاراشون وارون است و هر چیزی که الان بخواد اکوان دیو عکسشو انجام میده. گراندازادم گفت بر کوهسار، تن و استخوانم نیاید به کار. به دریا بهایت که اندازادم، کفن سینه ماهیان سازادم. وگر گویم او را به دریا فکن، به کو افکند بدگوهر اهرمن. همه واشگونه بود کار دیو، که فریاد رسباد گیهان خدیو. پس رستم به اکوان دیو گفت اکوان، داستانی دارم از یه دانای چینی که هر کسی در آب به هوش بیاد و از دنیا بره هرگز به بهش نمیره. پس منو به دریا پرتاب نکن که تومه ماهیا بشم، منو بنداز روی قله یه کوه. ز رستم چو بشنید اکوان دیو، برآورد بر سوی دریا قریب. به جایی بخواهم فکندند گفت، که اندر دو گیتی بمانی نهفت. تو رو به جایی میندازم که همیشه در اونجا نهفته بمونی. دیو در آسمان چرخی زد و جهان پهلوان رو به دریا انداخت. رستم از آسمون به دریا فرود اومد و به عمق آب رفت. همون کس هوا سوی دریا رسید، سبک تیغ تیز از میان برکشید. نهنگان که کردند آهنگ اوی، ببودند سرگشته از چنگ اوی. رستم تا به درون آب افتاد شمشیرش رو کشید. نهنگان و ماهیان بزرگ به سمتش حمله ور شدند، اما هیچ کدوم از زخم شمشیر رستم در امون نبودند. پس این طور شد که هیچ آبزی جرأت نزدیک شدن به رستم دستان رو نکرد و رستم هم بعد از ساعتی شنا کردن تونست خودش رو به ساحل و بعد نزدیک همون چشمه‌ای که به خواب رفته بود برسونه. هر طرف رو که نگاه می‌کرد اثری از رخش نبود. خسته و پیاده شروع به گشتن کرد، اما طولی نکشید که به مرغزار بزرگی رسید. مرغزار پر بود از درختان سرسبز و قمری و پرنده‌های خوش‌آواز. در همین حین چشم رستم به گله اسب افراسیاب افتاد و گله داراش که به خواب رفته بودن. میون اون اسبا چشمش به رخش افتاد. حیوان با دیدن تهمتن شیهه کشید. رستم هم کمند کیانی رو حلقه کرد و رخش رو با اون به سمت خودش کشون. اسب رو به آغوش کشید و تنش رو تیمار کرد و بعد زین رو روی رخش گذاشت. بعد هم شمشیر به دست گله اسبای افراسیاب رو به سمت ایران روونه کرد. گله دار تا صدای شیهه اسبها رو شنید بیدار شد. سراسیمه سواران نگهبان رو خبر کرد. همه به اسب نشستن و به سمت تهمتن حمله ور شدن. رستم تا اونها رو دید شمشیر کشید و فریاد زد من رستمم، پور دستان سام. به شمشیر از ایشان دو بهره بکشت، چو چوپان چونان دید بنمود پشت. باقی چوپانا فرار کردن، اما تصادفاً در همون موقع افراسیاب برای بازدید سالانه از گله اسباش با نوازندگان و خوانندگان به اون دشت رسیدن. وقتی به مرغزار نزدیک شد دید از اسبا و چوپاناش هیچ خبری نیست.
چند لحظه بعد صدای شیهه اسب‌های فراری رو شنید و در پی اون چوپان پیر از راه رسید. سراسیمه نالان تیر خورده وقتی چشمش به افراسیاب افتاد گفت: سرورم، رستم به تنهایی تمام گله ها را از دشت برد. گروه زیادی از سربازای محافظم کشته. فقط من پیرمرد زنده موندم که پا به رهنه بدون هیچ گله ای روانه صحرا شدم از ترس تیغ رستم. افراسیاب که حرفوی چوبانو شنید گفت: کار از شوخی گذشته. حالا که انقدر نزدیک شده باید آماده مبارزه با رستم بشیم. بعد هم طی زمان اندکی سپاهی رو فراهم کرد و پی رستم به سمت مرز ایران فرستاد. وقتی رستم سپاهی که به سمتش می اومد رو دید، کمانش رو به دست گرفت و شروع کرد به تیر انداختن. در مدت اندکی تونست 60 سوار تورانی رو فقط با کمانش از اسب پایین بکشه. سپاه که نزدیکتر شد، رستم گرزش رو به دست گرفت و به سمتشون تاخت و 40 نفر دیگر رو هم از میون برداشت. 4 فیل هم از اونها به غنیمت گرفت. باقی سربازا هم از ترس تیغ رستم پا به فرار گذاشتن. رستم گرز به دست به دنبالشون تاخت تا اونها از نظر دور شدن و رستم بار دیگه به کنار اون چشمه که با اکوان دیو روبرو شده بود رسید که یک بار اکوان دیو دوباره ظاهر شد. این بود ویدئوکست پادکست داستامینوفن و قصه شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید تا اپیزودها رو از دست ندید. اون زنگوله رو بفشارید. لایک و کامنت انگلیسی هم فراموش نشه که این بزرگترین حمایت از ماست تا بتونیم شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم. نوش گوشتون باشه و تا قصه بعدی، قصتون بی‌قصه.